کماندان نصیر آمدک در مزار شریف که سرش ماشین کرگی دریشی پوشیده بود منظم، امی کل امو نظامی های خود را منظم و یایش کم کرده بود، دریشی پوشانده بودش. مرم بچه کاکا هم نگفت، گفت بچه کاکا این اصلایی که عسکر هم گفتم تو خود صاحب منصب اصیل هست، کدام عسکر؟ کماندان امنیه هستیم. دریور تلویزیون ملی که موتر جیب داشت، ای امین نتاقار دم پیش سینمای بریکوت رسانده بود، این همینجا گم شده بودم یادم. صبح که من رفتم در تلویزیون ملی، سید مجتبا همکارم بود، خطاط بود در مشروبه ما، گفت ماما نجیب ولی پدرم این همین نتاقار که برده ام از دیمزن گم است، بیخی زنده و مردش گم است. گفتم میره اگر تو بتونی که پیدا کنی و چی؟ ما گفتم ولی خوب است من میبینم. از هنمر گلی که گپ زدی یاد نصیر رضایی افتادم که گفتی از جمله کسایی بودن، یا غلام پندک مثلا از جمله رفیقای دوران بازیتون بودن اینا. پس هم از جنگاورای بسیار مشهور غرب کابل شده بودن. بعد از این که جنگ ها اتفاق افتاد، اینا خب طلا هم داشتن در پوسته های اینا بودن، اینا را دیدن رفتن رفیقیتون همچنان دوام کرده یا نه دیگر هیچ اصلا قدرگی خودشناخ نداشتن؟ بله کاملا. من در اون زمان تلویزیون ملی وظیفه ما بود، در اون سال 70 که ما از فاکولته هنرهای زیبا اواخر 69 فارغ شدیم و مکتوب وزارت کاریابی برای ما مکتوب دادن و در ضمنش بچه کاکایم رئیس نشرات تلویزیون بود، مختار جوبین خودش تیرانداز است نه، و رستم کاکایم نام بچه خود جوبین، نامش مختار مانده بود و جوبین خود مختار چون نویسنده بود و ژورنالیست بود، از جمله ژورنالیست های دست اول یا ژورنالیست های بسیار قدیمی دوره اول افغانستان بودند که هم صنفیش بشیر رویگر وزیر اطلاعات و فرهنگ بود، اونا هم صنفی هایشان بودند. باز مختار بچه کاکای مرا گفت که بیا در تلویزیون در شعبه آرت و گرافیک، یعنی بخش نقاشی و هنر که هست، یک بست هست اون همونجا بیا، همونجا شامل تلویزیون شد. باز ما تلویزیون ملی رفتم، وقت مجاهدین که پیروز شدن آمدن هم در تلویزیون ملی بودم، ادامه میدادم در کارهای خود. و در ضمن وقتی که جنگ بین متاسفانه شورای نظار، پیش از شورای نظار با حزب وحدت که خود اتحاد سیاف جنگ را در داد با در غرب کابل با نیروهای حزب وحدت، یعنی تعرض داشتن سر خانه های مردم، تعرض داشتن سر جایداد مردم و مردم ناگزیر بودن مردم که از خانه خود، از منطقه خود دفاع کنند و خیلی جانانه مردم دفاع کردند. و همچنان باز بعد از وقتی که زور سیاف نکشید، خود احمدشاه مسعود که فرمانده خود یا بنیانگذار شورای نظار بود، خود شورای نظار دست به کار شد و در جنگ ها مستقیم با حزب وحدت دست به کار شد. میخواستن که این منطقه بگیرن و در ضمنش مردم دفاع میکردن و امیر رضایی قماندان نصیر که به نام نصیر دیوانه مشهور بودن و در ضمن تخلصش رضایی هست، اینا اکادمی پلیس خوانده بود، انگلیسی میفهمید، بسیار انسان با شخصیت و خیلی آدم با درک بود و همچنان از فامیل بسیار پولدار و سرمایه دار بودن. و در ضمنش ای در خط دیمزنگ بود. یک روز من دقیقا بیاد دارم وقتی که من از طرف تلویزیون میامدم در موترهای خود مینیبوس، دمی پیش اینمی پوسته قماندان نصیر موتر گفت استاد که یکی از نظامی ها، دو سه تا زمین نظامی ها بودن، جوان ها را پان میکرد به خاطر موزیکنی، دمو جمع مرم پان کردن. از دور مرم این قماندان نصیر دید، از دور دویده آمد و گفت بچه کاکا افتورم تا کده تیز تیز تیز، گفت بالا شد مرا پس در موتر بالا. من گفتم خیر است من موزیکنی نه، گفت برو بالا شد. از نصیر یکی اینجا و از داستان نصیر خلاص کنیم با سر پنده ای میریم. باز وقتی که ما در مزار شریف رفت، قماندان امنیه حیرتان شد و بخاطر تبریکی قماندان امنیهش رفتیم اونجا. او زمان کامره فلم برداری 3000 ما داشتم و مربوط بنیاد
رهبر شهید باب مزاری بود و ما مشخصا چند موتر برای تبریکیش در حدود تقریبا 300-400 نفر رفته بودیم. بازشون من کامره داشتم امرای خود، من مشخصا یک مصاحبه امرایش کردم و دو اونمو یک بام امرایش مصاحبه کردم کنم. پل حیرتان دیدم میشد، اونمو آب دریا دیدم میشد. من از این سوال کردم و عمق آب و ازش پرسان کردم و در حدود بیش از 40 متر هست و در ضمنش اون دورنما گفت اونجا نشان داد، گفت از طرف شب اونجا همه کشتیگک های خرد در طرف تاجکستان تیر میشه. فکر میکنه اون موضوع ازبکستان اون موضوع قاچاق است که چی است، اون را ما تعقیب میکنیم. باز او یک مصاحبه اونجا داشتم و در ضمنش وقتی سومین سالگرد رهبر شهید بابا مزاری در خود زراعت ما اونجا پیش از این که او سالگرد داشته باشیم تقریبا یکان 5 یا 6 روز پیشش قماندان نصیر آمد در مزار شریف که سرش موشین کردگی دریشی پوشیده بود منظم، امی کل امو نظامی های خود را منظم و یایش کم کرده بود، دریشی پوشانده بودش. مرم بچه کاکام نگفت، گفت بچه کاکا این اصلا ای که عسکر من گفتم تو خود صاحب منصب اصیل است، کدام عسکر؟ قماندان امنیه هستیم. گفتم ما امی سالگرد وقتی که در خود مزار شریف خلاص شد امی سالگرد ما دایرتان هم میگیرم. اونجا هم امرایش ما مصاحبه کردم امی 5-6 روز پیش از این که خود سالگرد در خود مزار گرفته شد. بعد از اون رفت اونم آخرین دیدار ما بودم باشم. وقتی که نصیر کشته شد در مزار بودین شما؟ دقیق ما اون روز چی بود؟ سومین سالگرد بود. ما فلم برداری میکردم و هم عکاسی میکردم که یک قسم دیدم که یک تعداد آدم ها اما تو تیز تیز میره در مجلس باز میرن گوشکانی میکنن امرای استاد محقق. یک قسم شک در دلم افتاد که کدام گپ هست. باز اون پروگرام محفل که خلاص سالگرد پسان خبر شدیم که دایرتان جنگ است و در ضمنش خود قماندان نصیر و تعداد از نظامی هایشان با نفرهای جنبش درگیر شده، جنگ جریان داره. باز پسان خبر شدیم که متاسفانه محاصره بودن و تاک مرمی داشتن جنگ کردن و خود قماندان نصیر را بخیل مدریان داختن که میگه جسدش چه متاسفانه پیدا نشد. یک دریور تلویزیون ملی که موتر جیپ داشت و در ضمنش ای امین اتاقار دم پیش سینمای بریکوت رسانده بود، این همینجا گم شده بودم یادم. صبح که من رفتم در تلویزیون ملی سعید مشتبه همکارم بود، خطاط بود در شعبه ما، مرا ماما نجیب میگفت. گفت ماما نجیب ولی پدرم اینمی دیر و زمین نتاقار که برده طرف های همی دیگر و شام نتاقار که برده هم از دیمزن گم است، بیخی زنده و مردش گم است. گفتم میره اگر تو بتونی که پیدا کنی و چی؟ ما گفتم ولی خوب است من میبینم. رفیق دوران عسکری من عزیز نام داشت که جنرال بود در بخش کشف. ما امی عزیز را پیدا کردم، دیدمش در گارنیزون بود امرای مسلمی. عزیز را دیدم گفتم یکی از دریورای تلویزیون ملی که سیدم هست و در ضمنش پسرش خطاط هست، همکار ما هست و او دریور است. امین نتاقار که رسانده اینم از سینمای بریکوت گم است، بیادر امین داستانش برای معلوم است چی رقم هست. بازی گفت خوب است من جستجو میکنم، من معلومات میکنم که معلومات پیدا کنم خبره. با صبحش برای من خبر داد، زمان در جهاد دانش بودم، بیادر ما اونمون نفر را پیدا کردیم. او را یک کس به نام قماندان مجاهد که یکی از موترسیکلای ترافیکی هم پیشش بود، یک موترسیکل کلان، یک ریش بسیار دراز داشت، او مربوط سپاه بودن. او آدم گرفته بوده ای گلی جیب میبه آورده برای قماندان شفی تسلیم کرده بودن. این مجاهد که میگه نمو مجاهد دیوانه، ما میگفتیم مجاهد دیوانه از منطقه ما بوده، سپایی هم که میگن موترسیکلش هم که یاد میکنن ریشه که یاد میکنن. بله موترسیکل سیاه کلان داشت، موترسیکل سیاه کلان داشت، اونمو خود اونمو آدم.
بازی را برای قماندان شفی تسلیم کرده. قماندان شفی گفته که من سعید هستم، اینم از خود شما هستم، من ایلا کنین. باز گفته بخوان 12 امامیت هم بازو نفهمیده. آوالا بازو بیچاره خو نفهمیده. مو سالیان سابق که در اونجا ماندن به نام سادات گفا، خو او گفا دمی در ذهنش نبوده یا ترسیل بیاره. ای آدم را گفته تو چی رقم سعید هستی که تو 12 امامی تا یاد نداری؟ بازی را در مغازه نمبر یک کوتی سنگی همونجا انداخته بودشن. بله کوپراتیف. کوپراتیف نمبر یک بله. باز ما او کی را گفتم که چطور میشه بیادر امی عزیز را رفیق من، رفیق دوران عسکری من که خیلی راز با امرایش داشتم. گفتم میری باید علاج را او یک آدم دریور، یک آدم بیچاره، یک آدم بیگناه کرده جیپش باید علاج را او. ایخو بسیار نام بد است که کار درست نیست. باز این جریان برای استاد شهید رفتن بابا مزاری گفتن و بابا مزاری قد داد سر قماندان شفی. ما و امی جنرال عزیز آمدیم دمی چارایی شهید، دو منزله قرارگاهشون بود. همینجا باز این پرزه را دادیم قماندان شفی را. قماندان شفی همون تو سعی سعی کرد، همون تو کت کت سینمه هم سعی کرد، غلا پنده هم رفیق ما بود. گفتیم بیادر ایلا بده چی میکنیم شما؟ باز اونمو را گفت درست است ترکه هست که ما از این آدم میگه من سعید هستم. ما ویره گفتیم این جاسوس هست چی کار هست؟ به می خاطر ما ایره گرفتیم که از این متحقیقات میکنیم. حالا که این گفت من سعید هستم ازش پرسان کنن 12 امامی خودم نفهمید. بخی در شک افتادیم. گفت حالا که تو میگی این استادم خط داده دیگه درست است. باز اونمو را که مجیب میپش آوردن بردیم طرف تلویزیون. قصه غلام پنده کردیم از کوپراتیف. اتفاقا بچه کاکای من ماما گفتنی ما میشن او را هم غلام پنده گرفته بوده. باز ما هم او زمان سال 71 بود، هم زمستان پیش از سقوط افشار، تقریبا شاید 3 ماه پیش از سقوط افشار، 2 ماه پیش از سقوط افشار هست. از خانه ما خبر دادن، از خانه او زمان خانه ما بود، مامای مزنای کاکای مزنا بودن، گفتن که داود در علی آباد در شفاخانه علی آبادی آشپز بوده. ای را گفت گرفتن در کوپراتیف بندی کردن. گفتم کی بندی کرده؟ گفت نمیفهم، نفرهای شفیع هست اگه اینا هستن. خب به هر صورت او زمان در علوم اجتماعی بودم، یک کلاشنکوف هم در سرشانه بود. خب ابی کلاشنکوف خود گرفتم، نمیفهم دیگه کی امرایم یک جای شد. گفتم خب خیر است شما که طرف بچیم آمدیم، باز من میرم از روی خود پرسان میکنم سعی میکنم که در کجا هست. آمدیم گفتن که دمی کوپراتیفی رو بندی کردن. رفتیم بچه‌ای که در اونجا بودن، خب ما رو که وقتی دیدن پرسان کردن گپ زدیم، باز گفتن که یک نفر هم اینجا انداختیم، گفت ایرا غلام گرفته آورده ده اینجا انداختن. رفتیم که بیچاره رو در یک پسخانه گرفتن انداختن در اونجا، سر و صورتش حالا لطم کرده بودن چی کرده بودن نمیفهم. خب به هر حال بسیار دیگه وضعیت بد داره اونجا هستن. گفتیم که کجاست غلام؟ گفتن که غلام اون دو اتاق دیگه هستن. رفتیم که غلام پونه، من ندیده بودم غلام پونه. رفتیم که غلام پای خود سر پای خود انداخته، یک دانه از اون لباسای شبیه لباسای ازبکی بود در جانش هست، یک تا دسمالک را سر شانه خود انداخته گوشش طرف هست، نه گب میزنه. حالا رفیق تا نصف ببخشن دیگه، نه گب میزنه، نه گب گوش میکنه. اصلا دیتونم ما آمده ایم در اونجا، میگم ما تون بس کمیته فرهنگی سم از علوم اجتماعی آمده ایم، این مامای من سکر ما گرفتین در اینجا انداختین، اصلا گل گوش نمیکنن. حالا ایران مانیم که چی بگم؟ گفتم آخه قماندان، گفتم خب این بچه رو در این نفر ایران میکنین نه نمیکنین؟ آخه سکر میکنین. گفت قصر ما کتره میگه برو ببرش ببرش خلاص. نه گفت که چرا گرفتن، نه گفت که چرا لعت کردن، نمیفهم لعت هم کرده بود یا نکرده بود، نه چرا دیگه در اینجا انداختن. اون بیچاره رو تو گرفته بوده یک شاید 500 400 رو در هم کوپراتیف بندی کرده بوده. غلام پنده خیم هم یک قصه قصه از کوپراتیف دارم، و کوپراتیف از اون رقم یک جای بوده که گان تا آدم رو منداخته. بله آن نفرهای مشکوک بوده، این آدم از وقت تیر نشه استاد. وقتی که خود سیاف عمله میکنه در غرب کابل یا جوالیا را که به شهادت میرسه یا شاگردای مستری را درست است،
در تا گولایی پل سرخ بودن، تا پیش پل وحدت در بعض خانه ها بودن، از تیرکش ها با تفنگ های دوربیندار می زدن، سینمای کوتی سنگی و اینمی جا کلشون هم وا بودن. بنان اینمی بچه ها واقعا این از حریم خود دفاع میکرد، از منطقه خود والا دفاع استاد میکرد. رفیق تان بوده، رفیق دوران فوتبال تان بوده، بعد خب یکان دورای جوانی تان با هم داشتن. من چیزی نمیگم، من سرگذشت خود رو میگم. حالا مامای من، بله. مامای من ازارگی گپ میزنه، تیپش ازارگی سگ در برچی در کوچه باغخان خانه داره. خب اگر میخواسته که بر از او بلبی بگه بلبی میکردک برش، اگر میخواسته که نوحه بخونه نوحه برش میخوندک. ولی خب اونمون رو گرفته بودن یک مدت، یک 500 400 نمیفهم دلیلش هم هیچ نگفت. حالا او رو کی گرفته بودک، کدام نفر از ناورده بودک، در اونجا انداخته بودک، دلیلش چی بوده، هیچ چیزی نگفتن. به یه آدم هم اونجا ما رفتیم، ما اولین بار بود که میدیدم غلام پونده گفت خود کندان غلام گرفته، نه گپ زد نه گپ میشنید، اصلا مصروف خود بود برای کار خود، اصلا در فکر زمین نبود که کسی اومده میجه. آخرش هم بسیار بسادگی که یک قصر ما میگه بکن ببرسیگه خلاص. نگفت که معذرت میخوایم، نگفته که برم این نفر رو دلاسایی کنم، یک انسان هست اگه اینجا انداخته، نگفته که این جرم دارم ما مثلا به این بله متاسفانه.